یکی از آداب و رسوم مهم در زندگی زناشویی همین موضوع مهریه است. یعنی قبلا مهریه نشانه عشق، محبت، احترام و پایبندی به زندگی زناشویی بود. الان دیگه این خبرا نیست. الان مهریه مانور قدرت پیش خاله اشرف اینا. برای همین مهریه ها از 2 سکه و 14 سکه رسیده به 300 هزار سکه بر اساس سرعت نور در ثانیه. حالا احترام خاله اشرف اینا واجب، ولی خب جوونا گناه دارن دیگه، خواهشن وابدین شل کنین دیگه. خوبی؟ چقدر لاغر شدی؟ خیلی دلم برای تنگ شده. تو هم شکسته شدی؟ زندگی دیگه بدون مرد با دو تا بچه، این اوضاع خراب. هیچ وقت نتونستم برات کاری انجام بدم، جز درد سر هیچ کاری برات نکردم. اینطوری حرف نزن، نمیتونم اینجا ناراحتت کنم که. بچه ها خوبن؟ سهیله بزرگ شده؟ میدونم همه زحمت افتاده گردن تو، بیام بیرون جبران میکنم. پس کی میای؟ بابا الان که سکه اومده پایین، خب بیا مهر منو بده با هم دیگه دوباره زندگی کنیم دیگه. هرچه قدم بیاد با این، من که نمیتونم هزار خورده این سکه بدم که. خب از بابات بگیر اون که داره. من که دستم اون جلو کسی دراز نمی کنم، خودت میدونی که. لااقل نصف مهریتو ببخش. همیشه عاشق این لجبازیات بودم، اونو که نه نمیتونم ببخشم. پس لااقل بذار بیام بیرون کار کنم مهریتو بدم. آقا هر چقدر کار کنی نمیتونی بدیش که. حداقل اگه این تو باشی فک و فامیلات شدیدشون بسوزی یه کاری کن. برات ساندویچ آوردم، باز هم شکلاتی که دوست داری. بیشتر بیا ملاقاتم. که وام ازدواج رو تکمیل کرده این؟ بله، هر چهار تاشون. مهریه عروس باید زیر 110 سکه باشه. 109 سکه است، بفهم. البته مهریه من این نیست، فقط و ارز و ملک و اینا هم هست، ما فقط واسه اینکه وام بگیریم. داماد هم باید زیر 25 سال سن داشته باشه. 24 سال و 8 ماهشه. یکی از زوجین هم باید دانشجو باشه. کاردانیه، اگه معدلم بالا بشه میتونم تا کارشناسی ادامه بدم. اینم خدمتتون. بسیار خب، اینجا همه چی تکمیله، فقط میمونه شرط آخر. پدر یکی از زوجین باید فوت کرده باشه. همسر شما فوت کردن، خدا رحمت کنه؟ نه قربان، همسر من از ورزشکارا هستن، 3 مدال آسیایی وشو دارن، الانم رفتن مسابقات جهانی پیشکسوتان، با پیشکسوتان مسابقه بدن. این بود که این شرط افتاد گردن پدر آقای داماد. ایشون که در قید حیاتن، من الان باید گواهی فوت رو ضمیمه پرونده کنم. آقای رئیس، ما همین الان از پیش دکترشون آمدیم، گفتن کلسترول، اوره، اسید سیتریک خون انقدر بالا هست که تا 10 دقیقه دیگه بیشتر زنده نمیمونن. تا شما این مدارک رو امضا کنی، ایشون هم به رحمت خدا رفتن. همه کارام تموم شده، قبل سخنران، وسیله ایاب ذهاب، همه چی هماهنگ شده. اینم شماره قطعه و ردیفشون. اینو بدم من.
ایشون تا فوت نکنن من نمیتونم چیزی رو امضا کنم. تحقیق رو ثبت میکنیم. پدر جان شما این آب کلا پاچه رو میل کنید، یه ذره بریم بالا بخورید، همه معطلن. معطل نکنید. بخورید دیگه بابا. تو تاش بخور بابا، خواهش میکنم. قربون نفست بابا جون. خب تبریک میگم، مثل که تموم شد. من اینو براتون امضا میکنم، شما میتونین تشریف ببرین بخش با. دست شما در نکنه. خیلی ممنون آقای رئیس. تبریک میگم، تبریک میگم. مبارک باشی. سلام، خسته نباشین. شکم کی باز شده؟ 7 دقیقه طول کشید. فشار؟ 9/4. قلب؟ 75. قیچی؟ کورتون 2 میل تزریق. عزیزم یه کمی سریع‌تر. سریع‌تر برای چی؟ گفتم که امشب مامان اینا با نیلوفر میان پیشمون. امشب دوشنبه قرار بود بیان که. خب امروز دوشنبه است دیگه. یازده نفر که وای نمیسن عمل کنن که. بفرمشون. 16 نفر که عمل نمی کنن. 3 نفر عمل میکن. من امشب سمینار دارم. خب من که گفته بودم، از یه هفته پیش گفتم. خب حالا زنگ بزن یه شب دیگه اون قیچی رو بده من. من 6 جور غذا پختم، زنگ بزنم یه شب دیگه تو سمینارتو بندازی یه شب دیگه. به 1600 تا پزشک میگم ببخشید، خواهر زنم میاد یه شب دیگه تشفیارین. این سومین باره که داری این کارو میکنی ها. تزریق کن سمیل یه چیزی. حالا خواهرت میتره که یه شب دیگه بیا. تو میتره که به خواهر من یه ذره احترام بذاری؟ بگی اینو وایستده منو نگاه میکنه. اون قیچی رو بده ببر. تزریق کن یه چیزی. همه نگاه میکنن فقط. خواهرم حالا مثلا خواهرت مثلا سیمون دوبواره مثلا. خواهرم نه خیر، خواهر شما خوبه، دیپلم گلدوزی داره، همه بهش میگن خانوم مهندس. خواهر ما حداقل دکتره. آره خیلی دکتر. شوهرش معده درد میگیره، شوهر خواهرش یعنی با جناق من معده‌اش درد میگیره، نمیدونه چی کنه، چارچنگولیم نبات بهش میدم. دکتر خواهرم. یعنی تقصیر خودت نیست، تقصیر اون مادرته که تو رو اینجوری بار آورده. یه بار دیگه راجع به مادر من حرف زد، اون کپسول اکسیژن میکنم تو حلقتا. آره بابا مرتی که لومپن. آره بابا نکبت. کورتون، این کورتونه. کورتون بده به این بزنه تو این بدوزین. حمالو ازدواج، رویای جوانان یا کابوس والدین، زندگی مشترک،
آغاز یا پایان. سلام بینندگان عزیز، شب شما بخیر. موضوع گفتگوی امشب ما موانع و مشکلات موجود بر سر راه ازدواج جوانان و راهکارهای رفع این موانع است. به همین جهت دعوت کردیم از جناب آقای دکتر شیرمرد، مدیریت محترم معاونت بررسی موانع ازدواج جوانان وزارت ورزش و جوانان. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. منم به شما و بینندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. آقای دکتر شیرمرد، به عنوان اولین سوال، این روزها مسائل متعددی از قبیل اشتغال، مسکن، درآمد مکفی برای اداره یک زندگی و بسیاری موانع دیگر بر سر راه ازدواج جوانان مطرح است. شما در مطالعات علمی و تحقیقات میدانیتون چه موانعی رو برای ازدواج جوانان شناسایی کردید؟ مکان، ما مکان یا همون باغ هستش که اول بسیار مهمه در مسئله ما. باغات اطراف و با همکاری مراتع و جنگلبانی استان تهران در واقع اینو اومدیم بررسی کردیم، دیدیم که یه راهکار گذاشتیم، گفتیم هفته یک بار اینا باغشون و مراتعشون رو در اختیار جوانا بذارن برای عروسی بی بضاعت کم بضاعت. نه آقای دکتر، من منظورم موانع کلی این قضیه هست. بله، من هم کلا عرض میکنم خدمتتون دیگه، این مسئله کلی. ببینید، سفره عقد خیلی مهمه. یارو میاد یه مت در دوم سفره عقد میندازه، یه کف دست دون سنگش قاش میندازه وسطش، یه مقدارم نیم کیلو نبات آینش هم دون چپ و راست میذاره، یک عالم پول زیادی میگیره مردم. اتفاقی که این وسط میفته، ما اومدیم خیلی بررسی کردیم اینو، نکاتش رو دیدیم که یه سفره های چاپ کردیم، این سفره ها رو اومدیم تمام چیزهایی که روی سفره عقد هست رو با بهترین مشما، اینو تاکید میکنم، بهترین مشما و پلاستیکی که امکانش بود و وردیم چیدیم روی این و متر 1200. اینا چند بار مصرف هم هست، یک دستمال خیسی برمیداره میکشی روی این همش درست میشه. من سوالمو یه جور دیگری مطرح میکنم. مطرح کن، یه جور دیگه مطرح کن ببینیم چه جوریه. فرض کنید که یک زوج جوان از طبقه متوسط، حالا نمیگیم طبقه ضعیف، قصد دارن که ازدواج کنن. شما فکر میکنید که چه مانعی، اصلی ترین مانع بر سر راه ازدواج اینها هست؟ شام. این همونجوری که میدونیم این مهمترین آیتم عروسی همون شام هستش که خیلی گرون شده همه چیز. ما برای این اومدیم با کمک کارشناسانمون یه کترینگ زدیم که غذای مجلسی چهار مدل مختلف میدیم، این با دوغ و نوشابه و در واقع سالاد و ماست و موسیر. خدمتتون عرض کنم که نفر 5800. من گمان میکنم که منظورم رو درست مطرح نکردم. نه، مطرح نکردم. در واقع سوال من اصلا درباره مراسم عروسی نیست. من میخواستم بپرسم که یک زوج جوان که بخوان با هم ازدواج کنن چی کار باید بکنن که بتونن برن سر زندگیشون؟ با ماشین برن دیگه. با ماشین. اینا برن سر مینن ماشین، با تاکسی که نمیتونن برن سر زندگیشون. ببینین، نه مسئله است که من و شما میتونیم با اونا نمیتونن. ببینین، ما اومدیم اینجا خیلی به موشکافانه عمل کردیم قضیه رو. اومدیم اون که یه اتوبوس زدیم با کمک تندرو برقی، با کمک زیباساز شهرداری تهران اومدیم اینو برداشتیم، تزیین کردیم، گذاشتیم اینو به صورت 24 ساعته در خدمت جوانایی که میخوان عروسی بکنن. این مرتب در رفت آمد میکنه، تزیین گل زیبا، خیلی قشنگ شد. دست درد. خیلی ممنونم. آقای دکتر، در خاتمه اگر نکته دیگری هست که مطرح بفرمایید خواهش میکنم مطرح بفرمایید. راجع به مسائل کم اهمیت تری مثل اشتغال، مسکن، هزینه های زندگی. درست میگی، کم میگی. نه، مسئله خاصی نیست دیگه، همه چی عنوان شد. تشکر. آقای دکتر خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه. بینندگان عزیز، تا شبی دیگر و گفتگوی ویژه‌ای دیگر. شب خوش، ایام به کام. در قدیم دختری که میگفت من قصد ازدواج ندارم و میخوام درسم رو ادامه بدم، تقریبا سن 16 سال بود و میخواست هر جور شده دیپلم رو بگیره. الان اوضاع کم تغییر کرده، یعنی خانم ها از سن 16 سالگی تا 44 سالگی میخوان ادامه تحصیل بدن. بعد خانومی که این همه درس خونده که نمیاد مدرکش رو قاب کنه بزنه به دیوار، بعد بره کنه بچه بشوره، که این میخواد یه کاری در شأن و منزلت خودش پیدا کنه و استقلال مالی داشته باشه. از اینجا به بعد خانم ها به دو دسته تقسیم میشن.
خانم هایی که درآمد دارن، شغل دارن، استقلال مالی هم دارن، بعد میگن که خب یه نرقول بیاریم بالا سرمون که بگیم چی. اینا کلن قید شوهر رو میزنن، میرن یا مربی یوگا میشن یا مشاور خانواده یا کلاس های مثبت اندیشی برگزار میکنن. خانم های دسته دومی که پول دارن، مدرک دارن، تحصیل کردم هستن، کار در شأن و منزلت خودشون هم دارن و قصد ازدواج دارن، دنبال شوهرهایی میگردن که درآمد کافی، استقلال مالی داشته باشن و پولدار باشن. بعد اون آقایونی که استقلال مالی دارن، درآمد کافی دارن و شغل مناسب، قبلا یا زن گرفتن یا قصد زن گرفتن ندارن کلن. برای همین این دسته از خانم ها هم میرن یا مربی یوگا میشن یا مشاور خانواده یا کلاس های مثبت اندیشی برگزار میکنن. برای همین خانم ها در جهان کلن دو دستن، یا ازدواج کردن یا میخوان ادامه تحصیل بدن. شما خوبی؟ چند وقت بود نایده بودم اتون، نگرانتون شده بودم. همه چی اوکیه؟ ممنون. یه تغییری کردین ها؟ نه. چرا؟ دماغتون اول کردی؟ نه. ابراتون رو دست دادی؟ نه عزیزم. رو بازوتون خالکوبی کردین؟ تمومش میکنی؟ تمومه، میانو کرامتون شکر. شما بفرمایید من آخرش بهتون میگم چه تغییری کردی. خانومتون روز اومده بود اینجا. آخه همسر مهربونم الان تنهایی بدون من چی میکشه؟ خیلی دلش برام تنگ شده. میشه یه ترتیب بدیم ما یه ملاقاتی با هم داشته باشیم؟ باشه، صحبت میکنم. خب من میترسم فضای اینجا خورده برای رویش خوب نباشه، اگه میشه ما خونه ملاقات داشته باشیم. صحبت میکنم اگه شد وثیقه مناسب بذاری، مرخصی بگیری. اگه وثیقه خیلی زیاد باشه اون وقت ما میتونیم بریم خارج از کشور، سواحل مدیترانه‌ای، خلیج فارسی، اونجا ملاقات داشته باشیم. به جون مادرم برمیگردیم. بس کن. به خاطر اون دختره میگم. حالا چیکار داشت اومده بود؟ رفته دادگاه خانواده ازت شکایت کرده. ای جونم، باز خواسته دلبری کنه. خانم‌ها اینجوری هستن دیگه، وقتی میخوان دلبری کنن با شوهر جون، یا میرن بازار واسش خرید میکنن یا میرن تو آشپزخونه قرمه سبزی درست میکنن. خانم منم اینجوریه، هر موقع میخواد دل منو به دست بیاره میره دادگاه خانواده ازم شکایت میکنه. خانمت میره دادگاه تو دلت میره. دلم قنج میره، هر موقع دادخواستش میرسه دستم بیشتر عاشقش میشم. شکایت کرده گفته خرجی نمیدی. خرجی من هر موقع پول داشتم دادم. بس کن. چرا پول داشتی؟ الان هیچی، زندگی بالا و پایین داره، ما الان تو قسمت پایین زندگی هستی. تو زنتو میزنی؟ من نه، مردی که زنشو بزنه و از زن کمتر مرد نیست. نامه پزشک قانونی زمینه پرونده است. آها، اون بار ما داشتیم با هم صحبت میکردیم، یهو بحث تند شد، بعد اومد سمت من کشته و عقب دستم خورد تو صورتش. تو نامه پزشک قانونی اومده کبودی زیر چشم، شکستگی دو تا دندون، انحراف بینی. محکم خورد تو صورتش، یکی از من خورد، یکی از دیوار، بعد این حادثه اتفاق افتاد. بعد از اونم مثل این که میزدیش دیگه، خویش اومده بود دیگه، هی میگفت اگه منو دوست داری منو کتک بزن، بعد من هی میکشیدم عقب، هی میخورد تو صورتش. شکایت کرده گفته هر شب با دوستای معتادت میومدی خونه. دوستای معتاد کدومه؟ همشون تفریحکارن، آدم حسابی هن، یکیشون دکتر مهندسه، اصلا یکیشون کشاورز خودش کشت میکنه. کاش قسمت بشه شما هم نزدیکیشون رو ببینین، آدم خیلی خوبیه. خانمت گفته هی تا صبح میشستیم مواد مخدر مصرف میکردیم. همه نه، یکیشون که پسر برادرزاده مهندس بود، اون پاک پاک بود، یه دو ماهی بود مسافر بود، اون فقط چای باقلوا میزد. اینجا دیگه بی‌انصافی کرده، همه نمیکشیدن. ازت شکایت کرده که بعد از یه دعوای خانوادگی مادرزنت رو با ماشین زیر گرفتی، درسته؟ بدجا وایستاده بود. الان علت اکثر تصادف‌ها همین آدمای بدجان. شما رسیدگی نمی‌کنین یا وایستاده اصلا حواسش بهش زدی، بعد دنده عقب گرفتی، دوباره عروش رد شدی. گوشیمو جا گذاشته بودم، بعد دنده عقب گرفتم برگردم گوشیمو بردارم، یهو چرخ عقب رفت بالا، من فکرم رفتم رو سرعتگیر. به خاطر همه این دلایل همسر تقاضای طلاق غیابی کرده. طلاق نه، تو رو خدا نذارین طلاق بگیره. من تو زندگیم چی کم گذاشتم واسش؟
تکلیف بچه های طلاق چی میشه؟ مگه تو بچه داری؟ الان که نه، الان بچه نداریم، ولی به هر حال زندگی هر چقدر زیبا و رویایی باشه باز جای خالی بچه احساس میشه. پاشو برو بیرون. پاش. الان فهمیدم چه تغییری کردیم، لنز گذاشتی. گمشو برو بیرون. زن حق منه، سهم منه، من طلاقش نمیدم، دوستش دارم. اگر من اونی باشم که اون میخواد، اون من نیستم. گمشو برو بیرون. چش. میگن بیشترین آمار طلاق مال 5 سال اول زندگی مشترکه. یعنی چی؟ یعنی اگر تو 5 سال اول زندگی مشترک دندون رو جگر بذارین، ایشالله دیگه تا آخر عمر دیگه میتونین دندون رو جگر بذارین. چرا اینجوری میکنی؟ قشنگ نگاه کن بگو من چه تغییری کردم. روسری جدید خریدی؟ روسری مال 5 سال پیشه. بگو دیگه بگو. اونا لنز گذاشت. لنز کجا بود؟ بگو جانم من. بگو. دستت کبود شده. ماه گرفتگی از بچگیمه. بگو. اونا خانم اون دستت. حلقه. این حلقه ازدواجمونه. نگاه کن بگو چه تغییری کردم. خانم من حالم خوب نیست، نمیدونم چه تغییری کردی. چرا؟ خانم اصلا ولش کن، به نظر شما من چه تغییری کردم؟ لنز گذاشتی؟ نه، چشم پر خونه. دماغ تو عمل کردی؟ دماغم شکسته. بوتاکس زدی؟ نه، پاره پاره شده. با چته؟ خانم من امروز از خونه اومدم بیرون تصادف کردم، سرم شکست، بعد دماغم شکست، چشم جابجا شد، دندونم از دهنم در اومد، گردنم شکست، قفس سینه‌ام نابود شده، دستم شکست، انگشتم شکست، لگنم شکسته، چون پام شکسته، انگشتای پام هم شکسته. میگم یه تغییری کردی، ولی همه اینا رو ول کن، قشنگ نگاه کن بگو من چه تغییری کردم. خانم باور کن نمیدونم شما چه تغییری کردی. ابروهامو یه درجه روشن کردم، بیشعور. خانم ببخشید، به نظر شما من چه تغییری کردم؟ حسود کور گوش شیطون کرد. الان 25 سالی داریم با هم زندگی عاشقانه میکنیم، کی باورش میشه؟ کسی باور نمیکنه. 20 خورده سال داریم زندگی میکنیم، خوشبختیمون آخم نمونده. حتی بچه معلممون بود، شلوار پیریدار میپوشید با دمپایی عرق گیر، بعد دیلاغ بود، ریقو، آبل رو، خوشگل. منو میگم سر کوچه وای میستادم، زنجیر میچرخوندم، توف مینداختم، سرم دعوا بود. نمیدونی چقدر بددهن بود. الله بیکار وقی دوست داشتنی، اصلا باورم نمیشد محل سگ به من بذاره، چه برسه به اینکه عاشق من سر کوچه نشستی بود سبزی پاک، میگه دفعه ده میشه جو قل داد زیر. من گفتم ای این چیه بی تربیت. گفتم تو رو چه؟ گفتم همونجا بود که زرتی عاشقش شدم. پاشد اومد تک و تنها بدون اینکه میوه و شیرینی بخره، ها با همون ریخت و قیافه پیش بابای من در خونه شد. باباش در رو گفتم سلام. گفت بله. گفتم دختر داری؟ گفت بله. گفتم بده ببرم. گفت باشه. داد رفتی. بابا آخه با ما خیلی رفیق بود، منو کشید کنار، بهم گفت چمدون جمع کن برو خونه شوهرت. عروسی چنان یک مراسم میگرفتیم، مراسم از 37 نفر اندی آدم در اول رستوران چلو چاو کوبیده گوجه بغل یه چیز عجیبی واسه ما اصلا پشودیم رفتیم دم میدون ولنگ فواره بودمش واسه دیم عکس گرفتیم. راو جو نداشتیم که میادیم شب خونه فک و فامیزی سواری هم میبردیم، همونجا هی زندگی میگردیم. بچه اولمون خونه مادر زن پسرم، این مادرش به دنیا اومد، قد خوشحال شدن 3 ماه خونشون موندیم یواش یواش بعد اخلاقیاشون شروع شد. بچه زر میزنیم گفتم بچه زر نزن، گفتم بچه زر میزنی بچه زر نزن که زر نزنه نمیشه که بچه زر. یه خونه اجاره کرد دوپلکس،
آشپزخونهش طبقه دوم بود، توالتش تو حیاط بود، پشت بونم پشوان زده بود. یواش یواش داشت زندگیمون شکل می‌گرفت که یه دفعه این بهونه‌گیری‌ها شروع شد. آخه یه چیزی تو زندگیمون کم بود، بهش گفتم مرد مگه تو غیرت نداری؟ من دارم توی خونه می‌پوسم. همونجا کشیدمش که یه سیلی زدم تو گوشه، این پلخته چشاش زد بیرون از حدقه. اصلا اون روز بود که گم شده خودمو پیدا کردم. نمی‌دونی اگه منو نمی‌زد اصلا من شب خوابم نمی‌رفت. یه موقع هم که حال نداشت از گتو کول افتاده بود زنگ میزد، باباش میومد منو لال آورده میکرد. یه روزه داشتم گفتم ببین، گفتم جان، گفتم منو نه ببین من میخوام برم معتاد شم برم، گفتم برو ولی زودی برگرد. از همون موقع است که 17 ساله که میرم و هی زودی برمیگردم. آه یکی از چیزای خوبی هم که داره اینه که اصلا فامیل باز نیست، اصلا به پدر من احترام نمیذاره، به مادرم، به هیچ کی. مادرش که خوشو میکشیدم به جونش. آره اصلا شخصیت، آداب معاشرت، ادب، وقار، احترام هیچی نداره. ریسیت شخصیت همین ما تو قصه هاست. جوون ها یکم به ساز باشن، قانع باشن، بذارن مردشون کتکشون بزنه، اینقدر این کارا رو نکنن. آخه کتک زدن خوبه برای زن ها. اصلا خوبه وقتی میزنی این گردش خود جریان بده میکنی. 25 سال گذشت. چه زود گذشت. این تو تلویزیون برمیگردن میگن احترام مقابل داشته باشیم، برای ازدواج تفاهم داشته باشیم، امکانات مالی داشته باشیم. چی میگن؟ همش حرف ما رو ببین 25 ساله. میگن مردای امریکایی دو بار عاشق میشن ولی عشق اولشونو بیشتر دوست دارن. بعد میگن مردان اروپایی هم دو بار عاشق میشن ولی عشق دومشونو بیشتر دوست دارن. بعد میگن مردان ایرانی 43 بار عاشق میشن، دو بارم ازدواج میکنن ولی مادرشونو از همه بیشتر دوست دارن. آیا در فکر خرید خانه با همسر خود هستید؟ آیا در فکر سفرهای رویایی به دور اروپا با همسر خود هستید؟ آیا در فکر سرمایه گذاری در بانک های جهانی با همسر خود هستید؟ آیا در فکر تایید دائم و همیشگی از جانب همسر خود هستید؟ قرص های ضد توهم دکتر حمیلا شما را از خیال های خام و واهی می رهانند. قرص های ضد توهم حمیلا. سلام، امیدوارم هر جا که هستید خوب و سرحال باشین. برنامه امشب ما خانواده در سینما و سینما در خانواده است. به همین مناسبت به بحث و بررسی فیلم ما همسرهایش هستیم میپردازیم که تهیه کننده این فیلم جناب آقای جوراباف و کارگردان خوبش جناب آقای داوود پرست هستند. آقای داوود پرست، به نظر میرسه که ملودرام های خانوادگی مدتیه که مورد کم لطفی قرار گرفته، چه از طرف سینماگرها و چه از طرف تماشاگران. چرا این اتفاق افتاده؟ اتفاقا خدمتتون عرض کنم که ما هم این چیزی که شما میگین رو کاملا حس کردم، واسه همین هم از 10-15 تا پیشنهادی که به این تهیه کننده ما رفته بود همین این سناریو رو ما انتخاب کردم که در حقیقت اگه بتونم این خلأ رو پر کنم. یعنی این خلأ الان پر شده از نظر خودتون؟ نگاه کنیم میزان استقبال تماشاگرم از یک فیلم خیلی چیزها رو ثابت میکنه. شما اگر الان دقت کرده باشین 4 تا سینما در یک سانس فوق‌العاده دارن فیلم ما رو نشون میدن. کدوم سینما؟ اونجوری که با ما اطلاع دادن سینما کارون، جی، گلریز و ماندنا. نگاه کنیم اینا از صبح تا شب فیلمای خودشان رو نشون میدن، بعد از ساعت 3 صبح تا 5 صبح هم یک سانس فوق‌العاده گذاشتن برای فیلم ما که خودش نشوندنده آشتی تماشاگر با سینمایی. تم اصلی فیلم شما خیانته، در این هیچ تردیدی نیست. بیرو درواسی به تو بگم، من به شخص خجالت میکشم که به اتفاق خانواده بیام سینما و فیلم شما رو ببینم. چرا این اتفاق افتاده؟ شما اشتباه میکنه، اصلا تم اصلی فیلم ما خیانت نیست، عشقه. نیا کنیم ما دو خطیشو برای شما توضیح میدم. یک آدم زن و بچه داری عاشق منشی شرکتش میره. یعنی چی؟ یعنی عشق تو وجود این زن میبینه. خب چیکار میکنه؟ میره باش ازدواج میکنه. بعد چند سبایی دختر خله منشیه رو میبینه، بعد احساس میکنه که عشق تو وجود این دختر خله است، بنابراین میره دختر خاله رو میگیره. شما نگاه کنین، این پس تمش عشقه، عشق به زن و بچه، عشق به منشی و عشق به دختر خله. و به دختر خله. پایان فیلمتون هم یه مقدار نامفهوم به نظر میرسه، درسته؟ نه، نگاه کنین این پایانش باز رفته. ما اصلا عاشق این پایان باز هستم. یعنی چی؟ یعنی وقتی تماشاگر از سینما میاد بیرون فیلم براش تموم نره،
این فیلم تا تو خانهشون هم ادامه داشته باشه. بنابراین وقتی شخصیت اصلی فیلم ما راستین میره در خانه زن سومش، دست میکنه تو جیبش، میینه ایوا کلید نداره. بنابراین چیکار میکنه؟ زنگ میزنه، دختر طبقه بالا میاد در وا میکنه. وقتی چش اینا تو چش هم میفته، یهو تیتراژ ما میاد. اینجا تماشاگر با خودش چی میگه؟ میگه حالا عشق واقعی آیا دختر همسایه زن سومشه؟ آیا منشی دفترشه؟ آیا دختر خلیشه؟ همه اینا این پایان بازیه که ما خدمتتون عرض کردیم. عجب. آقای جوراب باف، شما خیلی ساکتی. کسی از من سوالی نکرده که من. بسیار خوب، عذر میخوام. از روند تولید فیلم بگین، چی شد که شما اومدین روی این فیلم سرمایه گذاری کردین؟ عرضم به حضور محترم شما که بنده از خیلی قدیم تر، حتی قبل از این که من کارخونه جوراب بافی را بزنم، حتی از زمان بچگی من خیلی عاشق سینما بودم، دوست داشتم فیلم، دوست داشتم سینما، دوست داشتم تلویزیون، دوست داشتم اینها را. و اتفاقا آقای داوود پرست که آمد برای من تعریف کرد اون طرح را، من که دیدم چقدر خوبه، یعنی در همون لحظه، ناگهان در همون لحظه دیدم که چقدر فیلم خوبی از این در خواهد آمد و پولش دادم و ساختیم و دیدیم که چقدر هم خوبه. بعد چی شد که شما نقش اول فیلم رو بازی کردی؟ خب کی بازی میکرد؟ پولش من دادم، خب خودم هم باید بازی بکنم، کی بازی بکنه نقش اولش هم؟ پولش اصلا برای همین من پولش دادم که. البته خدمتتون عرض کنم ما خودم کار با نابازیگر رو ترجیح میدم چون جذابتره. بله، اون وقت کار با نابازیگر هم حتما کارتون رو مشکل تر کرده. نه، شما باید نابازیگر رو در حقیقت در موقعیت قرار بدین که بتونه ایفای نقش کنه. ما برای شما یک مثال میزنم. در حقیقت زن اول، شخصیت اول فیلم ما راستین، همسر واقعی خود جناب جوراب باف هستن. پس همسر خودتون هستن اون خانم؟ بله، هم ایشون همسر خود من میباشه، همون بچه های که وسط فیلم میدویدن اونها هم بچه های من بودن. البته من یک نکته ایرم خدمت شما عرض بکنم راجع به نابازیگر بودن، که من اونچنان که حالا بحث شد، من نابازیگر نیستم. من در زمانی که در دبیرستان بودم بازی کردم، در دبیرستان رو صحنه بازی کردم، نقش بوقلمون فداکار را خود من بازی کردم، نمایشش را اصلیش. به به. آقای جوراب باف، ما در خبرها خوندیم که شما با بازیگر نقش منشی ازدواج کردین، البته در پایان فیلم برداری. نه، اون را که همون اول فیلم برداری من باهاشون ازدواج کردم، اون هم در راستای اینه که داخل موقعیتش قرار بگیرم، در راستای خود موقعیت که فیلم من توش باشم، در فضا قرار بگیرم. اتفاقا آقای داوود پرست هم خیلی منو کمک کرد که من در فضای فیلم قرار بگیرم. حتی با دختر خاله منشی هم من ازدواج کردم. عجب. البته قبل از سکانس عقد کردیم، بعد از پایان فیلم برداری دیگه جشنشو گرفتیم. یعنی همه اینا در راستای قرار گرفتن در موقعیت، همش در راستای قرار گرفتن موقعیت بوده اینها. آقای داوود پرست، فکر نمی‌کنید که استفاده از مثلث عشقی در سینما الان دیگه کلیشه‌ای شده؟ کاملا با شما موافقم. با همین دلیل هم ما رفتیم سراغ مکعب عشقی، چون اینا چهار تایین، برای همین دیگه یک مکعبی رو تشکیل میدن، شدن مکعب. و حرف آخر، خیلی ممنون که ما رو دعوت کردین. از تماشاگرام هم خیلی ممنونم که فیلم ما رو دیدن. بسیار خوب. و شما جناب جوراب باف، فرمان آخرین کلام؟ خیلی ممنون. ممنونم از هر دو میهمان عزیز برنامه. با شما بینندگان عزیزم خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر و نقد فیلمی دیگر. خدایا رو نگه دارید. قدیم ها در زندگی مشترکی عمل ناپسند و نکوهیدهی وجود داشت به نام دعواهای خانوادگی. یعنی تا میگفتی مامان تو، اون میگفت مامان خودت. بعد یه سری بشقاب و چینی آلات خورد میشد، یه مقدار فحش و فضیحت رد و بدل میشد و نهایتاً زیر چشم یکی کبود میشد. الان آدم بددهن کمتر شده، چینیالات هم گرون شده، بعد کسی هم دیگه حوصله شکایت و پزشکی قانونی و این دنگ و فنگا رو نداره. در نتیجه این لوسبازی ها جمع شده
الان چیه الان قتل‌های خانوادگی؟ یعنی تا میگی مامان تو، اون میگه مامان خودت، زیر دوتا کشته و سه تا زخمی، اصلا اصول بازیه. برای هم اینا رو نمیگم که یه وقت خدای نکرده بترسیدا، منظورم اینه که فقط مجهز برید خونه بخت. ای روز من، روشنیم، ای نور من، ای شب من، تاریکیم. سلیمان، من جزایم رو کشیدم، عشق نیست، من رو عفو کن. خانمی فندک کجاست؟ از کنیزت بگذر، بگذار این وضعیت تمام شد. تمام مصیبت هایی که بر سرم می آید، فلاکت ها، ضرر.